صبح زیبا و دلانگیز همه شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشه. ادامه برنامه صبح و زندگی را از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده تماشا میکنین و یک سلام خاص هم تقدیم میکنم به راننده های عزیز ما که همین لحظه در بین موتر هستن و رادیو 93.5 آریانا FM را شنونده هستن. امیدوار هستم تا پایان برنامه در کنار ما باشین. بخش صدای شما هست و امروز قرار بود که آقای نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل را در برنامه داشته باشیم، ولی متاسفانه به خاطر از اینکه سفر در پیش داشتن نتونستن امروز در برنامه تشریف بیارن. حتما هفته آینده سوالات شما را همراهشان شریک می‌سازیم، ولی امروز در بخش صدای شما میتونین که تماس بگیرین و سوالاتی که مرتبط به بخش شهرداری کابل هست با ما شریک بسازین. همکاران ما یادداشت میگیرن و هفته آینده حتما از آقای بارکزی خواهیم پرسید. شماره تماس برنامه ما همین لحظه فعال شده و شما میتونین به شماره 070-111-4090 که همین لحظه روی صفحات تلویزیونتان تماشا میکنین زنگ بزنین و سوالاتتان با ما شریک بسازین. و حالا میریم به طرف اولین تماس، ببینیم که از کدام هموطن عزیز ما هست و در رابطه با شهرداری کابل چی مشکل دارن و چی سوال دارن. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر، بسیار خوش آمدین. سلام علیکم، زندگی است؟ بله بیننده عزیز، برنامه صبح زندگی است، بخش صدای شما، بفرمایید اسم شما از کجا تماس گرفته؟ من از منطقه طرف گلی دواخانه کوتی سنگی به تماس شدیم. بسیار خوب، بفرمایید. مامی دو مشکل داشتم برادر نمایشم نامه دادم دوست سنگوی شهرداری هفته دیگه مورد یعنی مسئله یعنی چی هست که در این منطقه ما زندگی میکنیم، مثلا این مسئله کمک هاست که خواه همی در این منطقه همی وکیل تقریبا 60 سال هستن وکیل که تبدیل نکرد و اینجا هست و در دیگه نایا چی میشم سال انتخابات میشم سال وکیل همی 60 سال اضافه که هست. اما آمدیم در مورد ایدی که از نام کمک مادمه قصالی که مادم نگیم به نام کمک ما چیز نهستن نشنیدیم. همی فرهنگ کمک و چیزا را در رادیو میشه و به این منطقه قصیدی که تدبیس نمیشه نیم چرایی و در ضمن چی و کسای میانم یکان سروی بیتا نام میگیرم و گم میشن که با کی میگیره و ایچی رقم هست دو این موضوع و موضوع دیگه مربوط شاروالی میشن این موضوع مکولایی در خانه میده چهار تا بلند منزل جو شده که یکیش 14 منزل است. این خانه رهایشی به نام یکی صنایع میگن و یکی هم یک شبخانه فردوس است در مولوی تو طرف هتل نصیب است. در این خانه اینا خانه رهایشی بلند منزل است که اخیراً یک 14 منزل است یک این صنایع که هم سلطنش به طرف خانه مردم واسطه زمانی جمهوریتی که جور شد ما مراجعه کردیم رفتیم و نمیدونم از کدام زوردار بوده و برای ما گفت که زورتان به کمرتان شما برید هر جایی که شکایت میکنید ما خواهیم این بلند منزل را جور میکنیم من سر هر منزل از این 20,000 دلار دارید. حالا حکومت اسلامی که مارد اسلامی حالی را جور کردن و خانه های مردم هم از طرفش به تکلیف است و مشکل دیگه حالا که باز آمده در وقت بخت روزایی که در برق است او حق یک فامیل داره به خاطر اینکه در جای رهایشی در یک نمره جور شده 14 منزل و در این شفاخانه اینا وقتی وقت میاد سرفشار سر وقت میاد وقت مردان کوتا منطقه قطع میشه میگه بلند منزل وقت در اون وقت همون زوردار بود حال همون زوردار است برق همون ها بگیرد نیخوام دیگه چی چی تشکر. سوال شما رو ما یادداشت کردیم، حتما هفته آینده با سخنگوی شهرداری کابل این موضوع رو شریک می‌سازیم. تشکر از تماس شما. بخیر باشین، خدا نگهدار. بازم میریم طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. و علیکم سلام، جور بخیره. تشکر، سلامت باشین. اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ ما نیم جانم از پکتیا تماس گرفتیم. از ولایت پکتیا، بسیار خوب، بفرمایید. متاسفانه تماسشان قطع شد و بازم تماس بعدی را پاسخ میتیم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفتید؟ بخیر جور هستین، بخیر هستین. زنده و سلامت باشین. زنده باشی، خیر ببینی. مشکل ما اینه میست دمی بلاکای هوایی پیش روی بلاک اول خواه اینه میجا چیزی که کراچی کابل از کلش اینه میجا آمده بیخی دمی را رفته تیر شده نمی خصوصا طرف های می دیگر امیر به گوش می مسئولین برسان. حتما حتما، تشکر از تماس شما. خدا حافظ. خدا نگهدار. بازم میریم به طرف تماس بعدی ما، ببینیم کدام هموطن ما روی خط هستن. بله سلام، صبح بخیر.
علیکم سلام، ان شاء الله شما هم خوب باشین. از کجا تماس گرفتین؟ من از بسم الله الرحمن الرحیم هلمند ولایتنا. بسیار خوب، از ولایت هلمند. بسیار خوش آمدین، بفرمایید. من از کاریس مول در مغرب شب کوس از پستون دگی لبان دستون شب کیش در سم کارن کی مول دست در مرجی و سوالی اس داش علاقه چی یو نام دی کی مخابرات شب کی سم کارن کی مول اسلامی امارات دا وشت از مول مخابرات شب کی کی دا داش سم چی در حمله یوم مکتب ته حمله یوم مسیتی ته خای کلینیک ته خدا ټول حنا کوته پر د ثانیا وخت توجه نه ورته کړی بچ د دشت علاقه د مکتبونه دا ته نه خدی او دا څنګه چې زموږ ماشومان ډیر به در ته پاره دکاري سم سره. بله بله، بسیار تشکر میکنم از تماس شما. حتما این موضوع را با همکاران ما در بخش افغان بیسیم صحبت خواد کردیم. اوقات خوب خوش داشته باشه. بازم تماس داریم، ببینیم کنم هموطن ما هستن. بله سلام، صبح بخیر. وعلیکم سلام، جوړ بخیر. تشکر، سلامت باشین. اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ لغمه نظام درته لوکاته شونم جانم پاکستان امریکانی والا. بازم تماس شما خوشبختانه وصل شد، بفرمایید. نا پاسپورت اوس نه شیل دی درو زبره نه خلاصيږي څومره وخت شو له زبره پاسپورت نه خلاصيږي نه دا ریاست نه دا غټو دا غوناغه نه کیږي چې سي اي کله خلاصيږي معلومات راکې. بله بله، ما هفته قبل سخنگوی ریاست پاسپورت را در برنامه داشتیم و گفتن مشکلات تکنیکی تا فعلا حل نشده، ولی تلاشایشان جریان دارد تا اینکه به زودترین فرصت ریاست پاسپورت را دوباره باز بکنن. ما تلاش داریم که در این هفته بازم اونا را داشته باشیم تا به سوالات شما خودشان پاسخ بدن. تشکر میکنم از تماس شما. بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بیادر خوب هستی؟ بخیر، خوب است. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خیرات اس بیادر از نایر پوزده مسرک عربی پانتونه یک دو هفته پیش هم زنگ زده بودیم هم شروالی آلی والا که انسان هم تیر نمیشه تو او از پامیدی که ایخی زیاد از ارزان که کلی او اماده در میگه جمع شده. آها، در مشخصا کدام ناحیه گفتین؟ ناحیه دوازده سرک عربی پانتون که هست، همی سرک عربی پانتون مشهور سرک است. درست درست، سال شما رو یادداشت کردیم و مشکلتان حتما با مسئولینشان صحبت میکنیم. تشکر از تماس شما. تماس بعدی. سلام، صبح بخیر. سلام علیکم ورور، سلام تاسو او در یعنی ټول در ګلیزن کارکون کو لیدن کو ته ډور دغه ارزان قیمت دغه کوم برکونه چې دی دغه برق بل چې دا مصرف کم ده دغه برق بل زیات راځي دغه باره کې شکایت او دغه مسئولین ته واسطه وي. حتما این موضوع را با مسئولین ریاست برشنا صحبت خواد کردیم و تلاش میکنیم که اونا را در روزهای آینده در برنامه داشته باشیم، چرا که من فکر میکنم فیصدی زیاد از هموطنان ما بخصوص در همین ما از بلند آمدن نرخ بل برق شکایت داشتن و گفتن چیزی که ما مصرف کردیم نسبت به بل که آمده چندین برابر بوده و اکثریت مردم از این موضوع شکایت دارن که یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز در این شرایط بد اقتصادی بر مردم همین موضوع است. و بازم میریم تماس بعدی را پاسخ میتیم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده، صحبت بکنیم. تماس بعدی. بله سلام، لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین تا صدای شما را بهتر در برنامه داشته باشیم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سلامونه جور بخیر تاسو ته او د تلویزیون لیدونکو او د رادیو لیدونکو سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفته؟ عبدالله هلمند څخه. بسیار خوش آمدین عبدالله جان، بفرمایین. ژوندي اوسې دا تېره ورځم کې مې د ژوند څخه تماس نیولی و دا د مخابراتي شبکو د ستونزه یاده کړله. تاسو عموماً کابل پر ستونزه باندې مېلمانه را غواړئ، نو که لطفا مهرباني وکړئ چې د ولایتونو یو چې له وزارت یو کارمند راولئ پر ټولو د افغانستان مسافته ستونزې یادې چې ډېر بشوې، نو دا د هلمند مرجې ولسوالۍ زه یې خاص ته یادوم، هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ قاسم بازار ته سمه کړي. که تاسو د پوښتنه یاداشت کړئ، بیا وروسته د افغانستان مخابراتي شرکت کارکوونکو سره او یا هم د مخابراتو وزارت یا د اترا ادارې سره شریک کړئ تر څو دا ستونزه حل شي. دا ستونزه تقریبا د لس کال راهیسې دلته موږ لرو او موږ ته وعدې راکول شوي دي چې متي مشکلات په برخه کې درلودو سره دی نه کول دلته مشکل دغه اسناد کې خو اوس متي مشکلات نه سو، بیا هم دې نه اتمه کوي تر څو زموږ دپاره د مخابراتي انترونه ودروي.
نو تاسو د پښتنو دروست یاداش کې بیا ورسره اړوند درې سره شي کوي. آها تشکر دوست عزیز، سوال شما رو ما یاداش کردیم و مشکلتان مازم با همکاران صحبت خواد کردیم و در کنارش هم گفتین که از ولایت هم مسئولین دعوت بکنیم. اگر چی فکر کنم که اونا به خاطر زیاد بودن مسیر را و یا هم فاصله نتانن حاضر شوند در برنامه، ولی تلاش میکنیم حداقل از طریق تلفن یا هم اسکایپ همراهشان تماس برقرار بکنیم. تشکر میکنم از تماس شما و میریم به طرف تماس بعدی. بینندی عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. سلام، صبح بخیر. و علیکم سلام، علی قناه تلویزیون و رادیو از خیر هستی. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بله. نور آقا له بغلان میاری کنی ولی بسیار خوش آمدین نور آقا جان، بفرمایین. برادر دا مخام له خوشیده مون کله کرکټ ګورو دا تاسو چې رات بندي کار نه کوي بغلان ولایت. خب شما از طریق آن تنهای عادی تماشا میکنین برنامه را یا هم از طریق ساتلایت؟ مننه جان دیو شما از ساتلایت. آه بله، مشکل ساتلایت به خاطر بعض وقتها ایجاد میشه که بارندگی برف یا باران میباشه. بارندگی برف باران تاثیر مستقیم میگذاره بالای سیگنال هایی که شما از طریق ساتلایت بعضن برنامه های تلویزیونی رو تماشا میکنین. نه تنها چینل آریانا، ممکن سایر شبکه های تلویزیونی همچنان دچار مشکل شود در هوای بارندگی. تشکر میکنم از تماس شما. خب بیننده عزیز، قلبا تشکر میکنم از اینکه تا این دم در کنار ما هستین و تماس گرفتین در بخش صدای شما. بازم یک تماس را پاسخ میدیم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما. بله سلام. بله صدای شما را داریم. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ جور بخیر لالا، چی گفت؟ خیرتی؟ تشکر، سلامت باشین. خیر و خیرتی از طرف های شما؟ خیرتی است. آرام باشی لالا، دنیم طرف حوزه دن آه دن اینی میگه نفر هستن، نفر های شخصی میگه ما استخبارات هستیم دیگه هستیم، یکی امارات اسلامی بیادر میگه ما را بر رسمیت بشناس با میدی؟ آها. و یکی بیادر شخصی سن میگه اینی که نوجوان های ما را کل شایبی میکنن، از اینجا میگنن میبرن بیادر دشتر زمین ها زادر تو که میتونن لات کوب میکنن دیگه میکنن خول خون پرش میکنن تو خونه رای میکنن. با چی دلیل جوان را اینا نمیدونم لالا، شخصی هم یا میگه ما استخبارات هستیم، میان بچه ها را میگیرن میبرن دو سر زمین ها دو بغل های دیوال فوت میشن میشینن اونجا قرای کرده که کدام آدم که سر بات میخوره بیادر اون بچه های خوب قوی قوی را میبرن اونجا لات کوب میکنن. آها دقیقا اگر مشخص بسازین کدام صاحب حوزه هم؟ سایه چی تا این چارقاله وزیر آباد هم میگم و سایه ده، ناهیه ده و حوزه ده منطقه چارقاله وزیر آباد. تشکر است. هر روز میدینیم سر زمین ها میشینن بیادر کمیل میگره نوجوان ها را چیزی که جوان های افغانستان هست بیادر میگم ما خانه خیل هستیم خلانی هستیم ما استخبارات هستیم بیادر از خانه تختق میدن چوبا میگره سر از با چوبا توتا میکنن لاتکوب میکنن. این ترولای مسلمان ها دیکار میکنن هنوز یارا برسمیات کرد نمیشنوز اگر برسمیات شناخ اگر کل جوان ها رو یک توتا توتا میکنن یا چرا قمال هم هستن یا بله. خب این اتفاق معمولا در جریان روز مفته یا که از طرف شام زمانی که فرصتی میباشه سرک ها و اینا گفتم معمولا همین جوان ها را شما گفتین که اینا میبرن لاتوکوب میکنن در جریان روز اتفاق مفته یکی از طرف شام؟ نه روز همین ساعت چهار باجه که میکنن باز میگروزن میرم دیگه خدا گم میکنم میگه ما استخبارات هستیم فلانی سیم بسمدانی سیم کل جوان ها را میبرن باور که روز مادرش گریان داشت ولی یاد خدا میگه اولاد ما را میکشیم میگه گب نزن میگه یا پاکستانی سم میگه نمیفهمانی چرا کم خودم بیاد بدل مسلمان هست مسلمانی کار را نمیکنن لاتوکوب کرد بال چوبا سر توتا توتا کرد. تشکر میکنم از تماس شما. شماره تماس دادن همکاران ما یادداشت کردن، حتما دوباره ما همراه شما تماس خواد گرفتیم با مسئولینشان ما صحبت میکنیم. قلبا سپاس. از شما عزیزا هم یک دنیا تشکر میکنم که تا این دم در کنار برنامه صبح و زندگی هستین و آریانا را به خاطر دیدن انتخاب کردین. وقفه کوتاه، بازم تماس تلفنی شما را میداشته باشیم. صبح زیبا و دلانگیز همه شما هموطنان عزیز ما، بازم بخیر باشه. بیننده بخش صدای شما از طریق برنامه صبح و زندگی به گونه زنده هستین و شما میتونید سوالاتتان که مرتبط با
شهرداری کابل باشه از طریق تماس تلفنی با ما شریک بسازین. قبل از اینکه بریم به طرف بخش تماس های تلفنی، چند سوال را میخوام از هموطنان ما که دیروز از طریق صفحه فیسبوک صبح و زندگی در رابطه با موضوعات شهرداری کابل بر ما فرستاده بودن. این سوالات چون هم میخوانم و بعد از اون میریم به طرف تماس های بعدی. مدیحه جان خوشی گفتن که سلام به شما دوگل آریانا، رستم جان عزیز و بصیره جان مهربان، صبحتان بخیر. و نظرشانی بوده که از گفته از مهمان برنامه تان پرسان بکنین که با وجود از دست فروشان مالیه میگیرن، چرا همیشه آنها را لط و کوب نموده در یک جای مشخص نمیگذارید به کارشان مصروف باشن؟ تشکر از برنامه تان. سلامت باشین، از شما هم تشکر. حتما از آقای بارکزی سوال را پرسان خواد کردیم. و بیننده بعدی ما سمیولا جان از غری هم نظر داشتن، گفتن سلام خدمت شما، علیکم سلام. برق از طرف شب هیچ وجود نداره، طرف های قلعه شهاده، حوزه ششم. و گفتن که این افراد معتاد در بیشتر سرک ها در قسمت دشت برچی کنار حوزه ششم چقدر زیاد شده و چرا اینا را جمع نمی کنن؟ حتما این موضوع هم با آقای بارکزی شریک می سازیم. و در کنارش هم آقای محمد نعیم غربندی سوالشان فرستاده بودن و گفتن که به خاطر پاکی و صفایی شهر روزانه کدام پلان خاص دارید یا خیر؟ تشکر میکنم از تمام شما عزیزا که سوالاتتان در رابطه با شهرداری کابل از طریق صفحه فیسبوک برنامه بر ما فرستادید. و حالا میریم طرف تماس‌های تلفنی 070-111-4090 شماره تماس برنامه ماست و شما میتونید روی صفحه تلویزیونتان همین لحظه تماشا بکنید. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، خوب هستید؟ بخیر، تشکر، سلامت باشین. اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ اسمم سید نقبولات، کمپانی تماس هستم. حساب تقاطر چشم بیارن؟ تشکر. خب این موضوع هم برمیگرده به ریاست تقاعد که ما مسئولشان داشته باشیم در برنامه در این رابطه بیشتر توضیحات بتن. بازم تشکر میکنم از تماس شما. خب تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر، تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ سلامت باشین برادر. همین نشرات تلویزیونی آریانا در مزار شریف مشکل داره تا بله میشنوید؟ صدا شما را داریم. چقدر وقت میشه مشکل ایجاد شده؟ خیلی وقت شده، تقریبا 15-20 روز میشه که از صبح تا چاشت. بله 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 میشنوید. صدا شما را گفتم از صبح تا چاشت نشرات خوب است، قط قط کم و قط وصل میشه، اما بعد از چاشت بیخی کلن قط میشه، اصلا نشرات نداره. خیلی وقت میشه ما چندین نفر تماس هم گرفتم، ایک کس رسیدگی نمیکنه. بله. شما سریخ ساتلایت تماشا میکنین یا آنتنها یادی؟ بله ما طریق ساتلایت تماشا میکنیم. خب شاید مشکل از ساتلایت شما باشه به خاطر از اینکه آب و هوا زمانی که تغییر میکنه و بخصوص در روزهای بارندگی اینا میتونه بالای سیگنال های ساتلایت تاثیر داشته باشه. بازم این موضوع را با همکارای ما شریک میسازیم تا چک بکنن که آیا واقعا چنین مشکل هست یا که صرف به شما چنین مشکل ایجاد شده. تشکر از تماس شما. بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح بخیر. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ اسماج جان آقا از اوزه افتام قلعه پتو نواباد نواباد. بسیار عالی، بسیار خوش آمدین، بفرمایید. سلامت باشید دکتر صاحب، قربانت. همین جا دمی سه تا کوچه هست، به کوچه دری علیم، دری کوچه، دری لوگریا. باورت میشه که دمی زیر زمستان برف کوت افتاده، کوت افتاده، کسان کس توجه نمیکند. یک جغل، یک سنگ، یک چیز پرته اینجا که بیخی مردم به تکلیف شوا شوا در پشت خوازی زیادی تپا تمه کنند در شبخانه مبرند. آها بله، واقعا مشکل بسیار بزرگ است. با نماینده شهرداری کابل این موضوع را صحبت میکنیم. تشکر از تماس شما، بخیر باشین، خدا نگهدار. و تماس بعدی. بله برادر، خوب هستی؟ بخیر. علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین؟ صحتمند، خوش آمدین. شکر برادر. یک مشکل داشتم، ما می به شهرداری کابل ششونی ما میشه که عریضه دادم به خاطر مکرری سرسبزی وظیفه میگرفتم، فهمیدی؟ بعد تعالی به خاطر یک امضا شهروال گپ مانده، کسی که واسطه داره یک اندیوال ما دو جمعه دو هفتهش میشه که در دمکمت وظیفه گرفت، واسطه داره از کسی که واسطه نداره ششونی ما ادما میشه که جواب نمیته برش. آها، صرف امضای شهردار کابل ضرورت است که باید در فرمشون باشه. شهروال کابل امضا نمیکنه و یک دیگه هم شما گفتین که بریزه شه امروز ما برنامه داریم، دو برنامه بعد زنگ بزنیم تماس گرفتم
بله بله حتما، چرا نه، شما میتونید تماس بگیرین. بخش صدای شما همه روزه از ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه در برنامه صبح و زندگی تقدیم شما عزیزان میشه. چند بعد برنامه شروع میشه که ما با زنگ بزنیم. مشخصا شما از کدام برنامه صحبت کردین؟ فعلا همین برنامه صبح و زندگی از بخش صدای شما که ما هر روز همین بخش از ساعت 9 الی 9 و 30 دقیقه صبح داریم و شما میتونید تماس بگیرین با مسئولین صحبت بکنین. شما گفتین که ما امروز می بارگ بیسته با خود داریم در برنامه، چند بعد باز ما رو زنگ بزنیم؟ خب آقای نعمت الله بارگزای امروز در برنامه نمیان، هفته آینده روز یک شم روز دوشنبه در برنامه با ما میباشن. شما میتونید هفته آینده بازم تماس بگیرین، ولی ما سوال شما را یادداشت کردیم، همراهشان صحبت میکنیم. تشکر از شما. بازم میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بسیار خوب، بفرمایید. مشکل چی داره؟ ما بینید عزیز صدای شما را ما بهتر نداریم در برنامه، لطفا موقعیتان را تغییر بدین. بله خب موقعیتشان خوب نبود، به او خاطر تماسشان قطع شد و تماس بعدی را پاسخ میتیم. بینید عزیز سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر، خوب هستید؟ علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین، بسیار خوش آمدین. تشکر، شما باشین. مرضیه هستم از سایت سندوز باشین. بسیار خوب خانم مرضیه، بفرمایین. از امروز اسلامی امیر خواهش دارم که دولت سندوز هست را امیر بخواهد فروشایی که با او تخت داره بودن و جای تراتی از او مالیه میگیرد. ما یک روز تا یک روز خلاص فایده ندارن که از روم مالیه کنیم. دیگه سوال روم ممی هست تفاقانه ها را تا سنده افتر قبل تفایده ساختن نهدار که رایگان دو شده شده که مدیجای خوده خوده شده. بله صدای شما اولا خب بسیار قطع وصل می شد، ولی در کل سوال شما را گرفتیم که مرتبط با موضوعات سی و شفخانه ها است در ولایت کندز، حتما با مسئول وزارت صحت عامه کشور صحبت خواد کردیم که روز چهارشنبه آقای زمان با ما خواد بودن. تشکر می کنم از تماس شما و حالا میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفتید؟ الو. بله صدای شما را داریم، بفرمایید. صبح زندگی است؟ بله بله صبح زندگی است. صبح زندگی درباره این پاسپورت میگیم سر. بفرمایید. این پاسپورت روزانه 300-400 پاسپورت توزیع میشه. بله. همیشه میگیم سیستم درست نیست. این رقمی که 300-400 پاسپورت توزیع میشه. بله تشکر میکنم از تماس شما، سوال شما را یادداشت کردیم، حتما با سخنگوی ریاست پاسپورت این موضوع را شریک میسازیم. و تماس بعدی منحیث آخرین تماس. بله سلام، صبح بخیر. وعلیکم سلام برادر جورای، صحت خوب است؟ تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بسیار خوش آمدین. شکر زیاد علی خاطر تقاعدین یک پرسان میکردم. ما نظامی هستیم، دو دفعه ما را بایومتریک کرد خواست این سال و اون سال، یک و نیم سال میشن و ماش میتن و چیز جسد تانیفان چی که پاسه نگال میگه یکم تا میگه که کارتا را تبدیل میتن بابغان چیز امارات اصلاح میکنه از جمهوری هست. نمیخوام یک پرسان بکنین، خواهش میکنین. درست، حتما این موضوع را با آقای احمد زای در روز پنجشنبه شریک خواهد ساخته. تشکر میکنم از تماس شما. از شما عزیزا هم قلبا تشکر که تا این دم در کنار ما بودین و بخش صدای ما را تماشا کردین. از سهم گرفتن شما در این بخش برنامه تشکر میکنم. بخش صدای شما هم روزه ساعت 9 الی 9:30 دقیقه به وقت کابل افغانستان از طریق برنامه صبح زندگی به گونه زنده نشر میشه و شما میتونین مستقیما در برنامه تماس بگیرین و مشکلاتتان با مسئولین شریک بسازین. وقفه بسیار کوتاه میگیریم، در ادامه فراموش نکنین بخش توانایی را که مهمانان بسیار خوبه با ما خواد بودن و قرار است مهمانای ما تجارب کیمیاوی را انجام بدن، یکی چگونه صورت میگیره پس از وقفه ببینیم.